چهره راستین اسلام و تفسیر واقعی قرآن هست. وقتی که میخونشیم میجنگیم و وقتی که میفهمیم. آیت الله طالقانی مفسر بزرگ قرآن یک بار در دیدار با هیئت کوبایی گفت: در واقع هر انقلاب علیه ظلم و علیه استبداد و علیه استثمار در هر جای دنیا که باشد از نظر ما یک انقلاب اسلامی است، چرا که روح اسلام و تعالیم اسلام در جهت رفع ظلم از همه ابنای بشر، همه انسانها و همه مظلومین و مستضعفین است. بله، پدر طالقانی این چنین همه رشته های دجالگرانی خمینی در باب کفر و اسلام و جمهوری اسلامی نه یک کلمه بیشتر و نه یک کلمه کمتر را پنبه می کرد. پدر طالقانی با وفاتش هم فضای اختناق سیاسی را که خمینی از 28 مرداد به بعد حاکم کرده بود تغییر داد. خمینی برای مهار کردن مجدد اوضاع و به تصویب رساندن قانون اساسی ولایت فقیه در 12 آذر 58، درست یک ماه قبل از آن، در روز 13 آبان به گروگانگیری در سفارت آمریکا مبادرت کرد. هدف، چنان که بارها سردمداران رژیم و دستاندرکاران درجه اول گروگانگیری گفتند، از دور خارج کردن مجاهدین و لیبرال ها، یعنی دولت بازرگان، و در بن‌بست قرار دادن آنها در برابر دست پخت خبرگان در آستانه رفراندوم قانون اساسی ولایت فقیه بود. خمینی با دجالیت گروگانگیری را انقلاب دوم خواند تا در زیر پوشش ضد استکباری و ضد امپریالیستی به ثبت دادن دیکتاتوری دینی در قانون اساسی بعد از انقلاب ضد سلطنتی تحت شعاع قرار بگیرد و کسی نتواند در برابر آن به مخالفت برخیزد و سینه سپر کند. کارکرد دجالگرانی شعار مرگ بر آمریکا برای فاشیسم دینی آنقدر حیاتی و تعیین کننده بود که حتی همین آقای میر حسین موسوی در مقام نخست وزیر خمینی تا شهریور سال 67، یعنی پس از آتش بس و پس از قتل عام زندانیان سیاسی، هشدار می‌داد در شرایط جدید و بعد از جنگ باید بسیار دقت کنیم، اهداف و شعارهای انقلاب نباید تغییر کند، زیرا شعار مرگ بر آمریکا مهمترین ابزار برای مقابله با گروه‌های کمونیستی، ماویستی و منافقین بود و شعار مرگ بر آمریکا بیش از دستگاه‌های اطلاعاتی در از بین بردن این گروه‌ها نقش داشته است. اما مجاهدین بیدی نبودند که با این بادها بلرزند. درست 10 روز بعد از گروگانگیری و 1 روز قبل از پایان کار خبرگان ارتجا در سال 58، مجاهدین در روز 23 آبان در یک تلگرام فوری با خبرگان ارتجا اتمام حجت کردند و با مشخص کردن مواردی که باید وارد قانون اساسی شود نوشتند: در این میهن نسل مشتاق و بخون نشستهی چشم انتظار است که حتی با صرف نظر کردن از نحوه انتخاب
و ترکیب گروهی آقایان و طول مدت قانونی وکالتشان یک ماه، چنانچه این موارد در نص قانون مراعات نگردد، از دادن رأی مثبت به آن معذور هستند. تحریم رفراندوم قانون اساسی ولایت فقیه به مثابه نفی آشکار اصل ولایت فقیه از سوی مجاهدین به عنوان نیروی اصلی اپوزیسیون و مخصوصاً به عنوان تنها نیروی جنگنده انقلابی با ایدئولوژی اسلام در روزگار شاه برای خمینی بسیار سوزناک و دردآور بود. مهمترین مواردی که مجاهدین بر آن انگشت گذاشتند که باید در قانون اساسی وارد شود و برای خمینی تلخ و گزنده بود، عبارت بودند از تصریح حاکمیت مردم که جملگی خلیفه و جانشین خدا در زمینند و اراده خود را تنها از طریق یک مجلس و یک قانون واحد انقلابی و اسلامی بیان می کنند، اداره و تصدی کلیه امور کشور از طریق شوراهای واقعی، اعاده حقوق همه ملیت‌ها و اقوام مبنی بر تعیین سرنوشت و اداره کلیه امور داخلیشان در چارچوب تمامیت ارضی خدشه‌ناپذیر کشور، تضمین آزادی همه احزاب و گروه‌ها تا مرز قیام مسلحانه که تنها معنی واقعی کلمه چند پهلوی توطئه است. بله، خمینی کور خوانده بود. پاتک مجاهدین در قدم بعد تشکیل و تأسیس میلیشیای مردمی در برابر سپاه پاسداران ارتجا بود. بعدها رژیم چریکهای نیمه وقت مجاهدین را 500,000 تن برآورد می کرد. با این همه خمینی باز هم از خبرگان طلبکار بود و هل من مزید می طلبید و می گفت این که در این قانون اساسی یک مطلبی ولو به نظر من یک قدری ناقص است و روحانیت بیشتر از این در اسلام اختیارات دارد و آقایون برای این که خوب دیگر خیلی با این روشن فکران مخالفت نکنند یک مقدار کوتاه آمدند. این که در قانون اساسی هست، این بعضی شؤون ولایت فقیه هست. این که در نوران اساسی یه مطلبی ولی به نظر من یه قدری ناقص است و روحانیت بیشتر از این در اسلام اختیارات دارد و آیین برای این که دیگه خیلی با این روشن فکر مخالفت نکنن یه مقدار کوتاه آمدن، این که در قانون اساسی هست این بعضی شؤون ولایت فقیه هست. ولایت فقیه یک چیزی نیست که مجلس خبرگان ایجاد کرده باشه. ولایت فقیه یک چیزی است که خدای تبارک و تعالی درست کرده. همان ولایت رسول الله هست و اینها از ولایت رسول الله هم می ترسند. شما بدانید که اگر امام زمان سلام الله علیه حالا بیاد، باز این قلم ها مخالفت می کنند و آنها هم بدانند که قلم های آنها نمی تواند مسیر ملت ما را منحرف کند. از یه ولایت فقیه یه چیزی نیست که مجلس خبرگان ایجاد کرده باشند. ولایت فقیه یه چیزی که خدای تبارک و تعالی درست کرده، همون ولایت رسول الله هست و اینا از ولایت رسول الله هم می ترسند. شما بدانید که